امروز دقیقا 10 روز از تحلیف پزشکیان میگذره، یعنی 10 روزه که پزشکیان رسما زمام امور اجرایی رو به دست گرفته. در این مدت نشانه ها حاکی از در پیش گرفتن چه خط و چه سیاستیه؟ چه تغییراتی رو با حلاکت رئیسی و نشستن پزشکیان به جای اون میشه انتظار داشت؟ این موضوع گفتگوی این ساعت ما با آقای علیرضا مدنچی. سلام کنم خدمت شما، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. منم به شما سلام میکنم، همینطور سلام عرض میکنم خدمت هموطنان عزیز و بینندگان گرامی. بله آقای مدنچی، پزشکیان که هنوز کابینه خودش رو معرفی نکرده، ولی با معاونان و مشاورانی که اومده معرفی کرده و اصالتی خود چه خودش و چه این افراد داشتن، بالاخره چه تغییراتی رو میشه انتظار داشت؟ بله همونطوری که میگید پزشکیان هنوز کابینه شو معرفی نکرده تا از روی اون بشه قضاوت کرد، ولی با همین افرادی هم که به عنوان معاون و مشاور خودش انتخاب کرده میشه تا حدودی پی برد که مثلا ترکیب این کابینه چه سمت و سویی داره. خب معاون اولش رو عارف انتخاب کرده که در خود رژیم به یک آدم بیخاصیت معروفه، اما همین آدم بیخاصیت هنوز از گرد راه نرسیده. 400 میلیارد تومان از صندوق بازنشستگان برداشته و اختصاص داده به راهپیمایی روز اربعین که یک پروژه رژیم هست برای صدور تروریسم خودش، و پزشکیان هم در اون ستاد حکومتی راهپیمایی اربعین از این موضوع ابراز رضایت و خرسندی کرده. سایر افرادی هم که پزشکیان انتخاب کرده، یکیش مثلا معاون رئیس سازمان برنامه بودجه، فردی است به نام حمید پور محمدی که این معروف است که، یعنی در خود رژیم گفتند که در جریان پرونده شهرام جزایری، ببخشید بابک زنجانی، نقش داشته و در آبان سال 1390 دستگیر شده و در آذر همون سال با وثیقه 5 میلیارد تومان یا 5 میلیارد ریال آزاد شده. یک معاون دیگرش که انتخاب کرده به اسم معاون پارلمانی پزشکیان، فردی به نام شهرام دبیری که این هم گفته میشه که پرونده اختلاس مالی داشته و در سال 1399 به دلیل همین موضوع دستگیر شده. خب این از کسانی است که به صلاح پزشکیان اختلاسگران رو جمع کرده، بله، خواسته که مجلس رو دور بزنه و افرادی که بیشتر با میل خودش هستن انتخاب بکنه. خب همین موضوع باعث چیز شده در تمسخر خود به صلاح طرفداران پزشکیان شده. روزنامه جمهوری اسلامی که از طرفداران پزشکیان هست و در همون بانده نوشته بود که آقا تو همش نهج البلاغه میخونه اینا، اما کسی رو انتخاب کردی؟ همین شهرام دبیری منظورش بود که این خودش از سرمایه‌داران هستش، این دوتا با هم نمیخونه. خود پزشکیان هم بارها تاکید کرده که من کابینه که انتخاب میکنم 100% کابینه است که مورد رضایت و قبول خامنه ای باشه و همون خط و سیاست رو میخوام در پیش بگیرم. این رو هم در سخنرانی تنفیذ و هم در سخنرانی تحلیف خودش گفت. خامنه ای هم که اونجا در تنفیذ صحبت کرد، برای پزشکیان مشخص کرد که بسا چیزی که از اون بخواد سرسپاری محض هستش. علاوه بر اینها این حسین طائب که از قبلا مثلا از سردمداران مثلا همین سازمان اطلاعات سپاه بود و الان از مشاوران خامنه ای، این گفته بود که خامنه ای با شناخت کافی از پزشکیان این رو انتخاب کرده و ممکنه که این تفکر اصلاح طلبی داشته باشه، اما به هر حال در کادر رژیم و در چارچوب رژیم هستش. این از ترکیب مثلا همین اطرافیان پزشکیان، کسانی که انتخاب کرده و کابینه‌ای که انتخاب خواهد کرد. خود پزشکیان هم گفته بود که من میخوام کسانی رو انتخاب بکنم که از در دولت‌های قبلی حضور داشتن. خب معلومه دیگه، و اسم کابینه‌اش هم گذاشته کابینه وفاق ملی، که البته منظورش از وفاق ملی وفاق باندی هستش و میخواد به این وسیله رضایت همه باندهای رژیم رو جلب بکنه تا مثلا این اجزای متفرق چیز رو به این وسیله به هم دیگه بچسبونه و یک به اصطلاح وحدت ایجاد بکنه که از جمله از این طریق موقعیت خودش رو هم تثبیت بکنه. البته اینا خواب و خیالی بیش نیستش.
این از ترکیب تا اونجایی هم که به سیاست‌ها و عملکردها برمیگرده طی همین روزهای گذشته، ما خب شاهد اعدام 29 نفر در روز چهارشنبه بودیم که یک رکورد شکنی در چارچوب همین رژیم. بله. من آخرین آمار اعدام جمعی که یادم میاد 24 نفر بود در زمان احمدی نژاد. این اون آمار چیزا رو هم شکسته. در دهه گذشته بی‌نظیر. بله. البته یک قولی هم هستش که در همون روز چهارشنبه گفته میشه که 36 نفر رو اعدام کردن. چه 36 نفر چه 29 نفر. بالاخره این یک رکورد. در بین اعدام شدگان دو زن هم حضور داشتن، همچنین 7 تن از افراد اهل تسنن که پزشکیان خیلی میگفتش که می‌خوایم که از اینها رفع ستم بشه و اینها. کسانی هم که تا الان معرفی کرده هیچ کدوم، یعنی در اون فهرست بسیار چیزهای پیشنهادی نه زنی رو ما مشاهده کردیم و نه از افراد اهل سنت. به غیر از اینها خب طی همین روزها شاهد بودیم که نان در قزوین رسما و در 10 استان هم گفته میشد که 25% افزایش قیمت پیدا کرده، قوت لایموت مردم. در زمینه سیاست هم به همین ترتیب، در زمینه سیاست خارجی و سیاست صدور تروریسم و اینها هم خب هم پزشکیان همون حرفای خامنه ای و رئیسی رو تکرار کرده، هم عارف که برای تشییع جنازه و خاکسپاری هنیه به قطر سفر کرده بود، اونجا هم باز همین تاکید کرد بر ادامه سیاست‌های به اصطلاح جنگ افروزانه رژیم در منطقه. بله، شما در صحبتتون اشاره کردید به افزایش اعدام‌ها در همین دوره شورای کار پزشکان. خب یکی میتونه بگه که پزشکان که رئیس قوه مجریه است، خب این اعدام‌ها توسط قضایی جلادان داره اجرا میشه. ممکنه که پزشکیان یا مدافعانش بیان بگن که خب نباید اصلا انتظار داشت که نفیان یا حتی اثباتاً نقشی داشته باشه پزشکیان در اجرای این اعدام‌ها. نظر شما چیه؟ خب اون پزشکیان یا طرفداران و مدافعان پزشکیان بی زحمت بگن که در چه زمینه‌ای پزشکیان نفیان یا اثباتاً نقش داره و میتونه مؤثر باشه تا مردم تکلیف خودشون رو با این بدونن. خب از طرفی وعده‌ای که پزشکیان داده بود در اون جریان انتخابات، گفته بود که نمیدونم ازش اینجوری برمیومد که بایستی مثلا این گشت ارشاد جمع بشه و اینها، یا مثلا راجع به فیلترینگ اظهار نظرهایی کرده بود. آیا در همین زمینه میتونه موفق بشه؟ خیر، حداد عادل که از نزدیکان خامنه‌ای هستش، از سردمداران رژیم، به پزشکیان صراحتاً گوشزد کرد، گفت آقا وارد حیطه فرهنگی، منظورش همین حجاب و فیلترینگ اینا هستن، نشو و برای خودت دردسر درست نکن، برو دنبال همون چیزهای مسائل، حل مسائل اقتصادی که خامنه ای گفته. حالا مثلا فرض بکنیم که این همین کار رو بخواد بکنه، بره دنبال چیزهای اقتصادی، مگه چیزهای اقتصادی در ید اختیارات پزشکیان هستش؟ کارشناسان رژیم میگن که تا وقتی که FATF و مسئله تحریم ها حل نشده هیچ اصلاح اقتصادی متصور نیست. مگر رژیم پزشکیان میتونه این کار رو بکنه؟ همه میدونن که این مسئله سیاست خارجی و تحریم ها و نمیدونم رابطه با غرب و آمریکا و FATF و اینا بر عهده خامنه ای و اوست که تصمیم میگیره. حتی در زمینه اقتصاد به لحاظ چیزای داخلی هم همینطور. اخیرا یکی از روزنامه‌های رژیم نوشته بود که دادستان دیوان محاسبات رژیم در یک گفتگویی که در روزنامه منعکس شده بود، گفته بود که یک مزرعه ماینر، یعنی همون مزرعه‌ای که تولید ارزهای دیجیتالی میکنه، این کشف شده در شهر ری که از طریق یک کابل بسیار قطور از پایگاه منتظر قائم وصل میشده به این از زیر زمین و مصرف برق این مثلا مزرعه دیجیتالی معادل مصرف 10 استان کشوره. حالا این چند تا از این مزارع داره هست. خب این مزارع مال کیه؟ مال سپاه پاسدارانه. همه میدونن که سپاه پاسداران 3/4 اقتصاد کشور دستشه. آیا پزشکیان میتونه وارد این قضیه بشه یا نه؟ شما می‌خواید از کل مجموع نکاتی که گفتید استنباط کنید و نتیجه‌گیری کنید که دولت پزشکیان ادامه همین دولت رئیسی اجلاس ادامه همون دولت و همون خط و مش و همون برنامه. و خب اگه اینی که شما میگین همینه، چون با توجه به وقت برنامه‌مون هم که گفتگو می‌کنیم که کوتاه هست و اگه ممکنه خلاصه بگید
پس به چه دلیل اینقدر جنگ و دعوا بین باندهای رژیم هست؟ خب منم خلاصه خدمتتون عرض بکنم که دعوا بر سر لحاف ملاست، یعنی دعوا بر سر منافع قدرت و غارته. باندها بر سر این با هم دیگه نزاع میکنن و خب مسئله نمیدونم تفکر و آرمان و خط مشی و اینها نیستش. در این زمینه ها کمتر میشه اختلافی رو بین پزشکیان و رئیسی پیدا کرد یا اصلا وجود نداره. خودشون یه اصطلاح جدیدی پیدا کردن، بهش میگن رانتی، ذینفعان اقتصاد رانتی، نمیدونم دولت رانتی و اینا. منظور همون سهمیه که هر باندی سعی میکنه که از قبل این کابینه به دست بیاره. اما اجازه بدید این نکته اضافه بکنم که آیا حرف اینه که این پزشکیان هیچ فرقی با دولت رئیسی نداره و هیچ تفاوتی نکرده؟ نه، این نیستش. پزشکیان نمیتونه جای رئیسی رو بگیره، چون که رئیسی سمبل به اصطلاح دولت یک دست و همون پروژه خالص‌سازی خامنه‌ای بود. به هر حال پزشکیان علی‌رغم همه این چیزایی که گفتیم نمایانگر یک شکافی در درون رژیمه. شاهدش هم همین جنگ و دعواهایی که هنوز پزشکیان تا این 10 روز هنوز زمام رو به دست نگرفته، می‌بینید که چه قوقایی هستش. اینها تا اونجایی پیش رفته که الان خود اطرافیان پزشکیان رو بعد در بعضی از روزنامه‌ها اینا هشدار میدن که این پزشکیان 4 سالش رو به اتمام نخواهد رسوند. یکی نوشته بود که یا پزشکیان به کوه برخورد میکنه یا کوه به پزشکیان برخورد میکنه یا پیچهای ماشینش، چرخ ماشینش شل میشه و اینها. یعنی همچین آینده‌ای برای پزشکیان تصور میکنن و خیلی هم میگن که یکی گفته بود که پزشکیان زمستان، این زمستان آینده رو نخواهد دید. خود پزشکیان هم گفته که اگر که نتونم نمیدونم استعفا، همین حرفا هم گفته که بهش هم پیشنهاد میکنن همین روزا مای طرفدارش که اگر دیدی که نمیتونی با کسب اجازه مقام معظم رهبری استعفا بده و برو دنبال همون تبابت خودت. بله، با تشکر از شما از توضیحاتتون حضورتون در این برنامه.